الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان و فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين خدمة بندغاني تلفزيوني نور النور امروز هم در خدمت شما برادران و در برنامه اجتماعي و عبادی قرار دارم ما چگونه باید از رمضان استقبال بکنیم الحمدلله یک نعمت بزرگه که خداوند در ظرف یک سال برای یک ماه ما روزه ماه مبارک رمضان میگیریم به خاطر خدا استقبال طبعا عرف اجتماعی است که در اجتماع تا ببینیم که یک کسی اگر مهمان میآید صاحب خانه از اون مهمان استقبال میکند او را به صلا تشریف واریش را گرامی می دارد. وقتی که یک ماه عبادت ماهی که نزول قرآن در این ماه شده ماهی که تراویح در این وجود داره ماهی که ختم قرآن وجود داره ماهی که از کار و تلاوت در این ماهات چقدر ثواب بیشتر داره تلاوت قرآن چقدر ثواب بیشتر دارد ماهی که ویژگی های خاص خود دارد ای ما و ای یک تمام عبادت ملائک نوشته می کنه در مورد روزه که میآید پروردگار خودش میگه که ما صحاب روزه داره ما میدیم. وقتی که این ما اینقدر عظمت و بزرگی داشته فضیلت داشته ما چگونه بتوانیم از این مهمانی که تشریف می آورد استقبال بکنیم استقبالی از این به عبادت است استقبالی از این به اسکار است استقبال ازی به صل و عفو و بخشیش یک دیگر است استقبال ازی با تلاوت قرآن است تا که بتانیم خود را از منکرات دور کنیم از منحیات خدا دور کنیم تا بتانیم خود را به اوامر خدا نزدیک بسازیم اطاعت خدا را به جا بیاوریم اطاعت پیغمبر را به جا بیاوریم و سلی رحمی در جامعه داشته باشیم حقی امسایه را باید مراعت بکنیم اگر با کسی خفه هستین یا از یک دیگری خود رنجیدین در ای پیش از آمدن رمضان باید یک دیگری خود ببخشید و بخشش بکنید به خاطر از این تانیم که روزه ماه مبارک رمضان بسیار با کیفیتش ادا بکنیم با مکم و کیفیتی که دارد ادا بکنیم در واقع یک بنده مؤمن و روزدار باشیم و بنده مومین در پیشگاه خدا حشر شویم امو وصف را صفت را که خداوند به زبان حبیبش به پیغمبر صل... به زبان حبیبش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان فرموده که دروازه ای است به نام ریان از او دروازه در جنت داخل نمیشد مگر روزداران داخل می زمانی که روزداران داخل شد میگن کجا سایمون کجا روزداران وقتی که روزداران داخل می شود دروازه بند می شود ما همچون این مایی که با فضیلت و عظمت و بزرگی که دارد می آید ما چگونه باید از استقبال بکنیم متاسفانه در جامعه امروزی ما مردم از در ماه مبارک رمضان و خصوصا ماه قبلش که ماه شعبان است از این ما استفاده های غلط میکنه میبینه که مردم نیازمند بیشتر است خانواده ها از این ما درست استقبال میکنه باز خصوصا تاجرای محترم ما اهل کسب کار کسایی که در بازار و مارکت کار میکنن و خصوصا مواد اولیهی که از قبیل غذا و آشامیدنی و نوشیدنی و خوردنی را باز سرسپر گران فروشی میکنه و حالی که این مای رحمت میآید و این مای مغفرت میآید ماهی که تو را تضمین میکنه که الله تو را میبخشه الله بالای رحمت خدا تو را میپوشاند ماهی که تو را تضمین میکنه که یک شب عبادت تو به هزار ما درجه و فضیلت داره آیا امین ما را به امی گران فروشی استقبال بکنیم یا امین مای مبارک را با جنگ و جدال و فسق و فجور استقبال بکنیم یا این ماهی مبارک را با بازار رساندن با همسایه و اقارب و خشواندان با ای استقبال بکنیم نه این گونه استقبال از در مناسب ماه مبارک رمضان نیست ما باید ماه مبارک رمضان را به شکل درست و خوب و بهترش باید استقبال بکنیم و از این ما پذیرایی بکنیم اما طوری که آیه قرآن کریم را تلاوت کردم که خدا فرمود یا ایه الذین آمنو کتب علیکم الصیام خداوند سری مؤمن صدا میکنه خداوند سری هر نالایق صدا نمیزنه خداوند صدای خدا خداوند سری کسای صدا میکنه که صدای خدا را لبیک بگوید امر خدا را میگه یا ای آمنو گفته خداوند ای مؤمنین ای ایماندار چرا بزرگترین کمال کمال ایمان است چرا خداوند سری مؤمن صدا میکنه میگه ای کسایی که ما نواردین روزه بر بالای شما فرش شده کتب علیکم الصیام سیام چی معنا؟ سیام به معنای در لغت به معنای سپر خود را از خورد و نوش منع کردن سوم معناش شمیست چیزی ننوشید بند کردن چوب بودن معنایش ولی وقتی که در اصطلاح شریعت گرفتن یک ماه،, ماه یک ماه روزه در یک ماه خاص و در وقت خاص از صبح تا بیگاره از خورد و نوش و تمام چیزهایی که بدن در جریان روز نفس انسانی در جریان روز ضرورت داره را استفاده نمی کنی خود رزی کارا من میکنی، کنی اینی است معنای روزه اما غیبت نکنین اما دشنام کسی را نزنین جنگ و جدال نکنین با فامیلایتان ترحم داشته باشین با اولادتان مهربان باشین خدمت والدین خدا بکنید خدمت پدر و مادر خدا بکنید خدمت همسایه خدا بکنید در اجتماع مسلمان ها سهم بگیرید در کار و صدقات مسلمان ها سهم بگیرید روی منافع عامه سهم بگیرید یک دیگر را آزار نرسانید این استقبال از ماه مبارک رمضان همچون ماه با عظمت همچون ماه با با میمنت و بزرگ با بزرگی که دارد این گونه باید ما این ماه مبارک رمضان استقبال بکنیم و از ایشان پذیرایی بکنیم بسیار با آغوش گرم از این ماه استفاده بکنیم و بسیار استفاده عظمی بکنیم اما طوری که علمای دانشمند نوشته میکنه در بعضی از تحقیقات و مسائل اما طوری که سرعت نور در یک ثانیه چند هزار کیلومتر طی کند عمر انسان بسیار سریع تیر می شود بنان وقتی که عمر انسان سریع تیر می شود بسیار سریع تر از سرعت نور کرده از او خاطر ما باید عمر خود در مقطع عمر باید استفاده بکنیم آیا تا سال گذشته و آینده را ما حیات داریم نداریم بنان ای تو رمضان استقبال کنی که به شکل استقبال بکی فرداش نخواد ما زنده بوانم امی ماه پربرکت و ماه با عظمت باید عظمت و بزرگش از دست ندی هم ایرا با تلاوت و اسکار هر کس با خود یک محاسبه داشته باشد هر فرد ما با خود یک مراجعه داشته باشد بیبی بی حاجی بفرما سلام علیکم بیبی بی حاجی از کابل صدای تا میشنم بی بی حاجی و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بی بی حاجی سیب خواه بسیار خوب بسیار خوب خواب دید آج بی بی باران, بارانی که منجر به سیل و چیزا شد یا باران نرم بود چی تو؟ بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب خواهر گرامی این خواب و دلت میکنه که شما از صدق دل با الله دعا کرده آب به مو اندازه که نرم باشد منفعت است همون طوری که خداوند از آب زیاد منفعت است اگر از حدش باد متجاوز شد ای ضرر می باشد خواب دلالت به این میکنه که از صدق دل عبادت کردی خداوند عبادت و دعای تا به درگارش انشاءالله الله قبول فرموده و خداوند نیک مبارک بگرداند خواب خوبی دیدین خواهر گرامی ما بناً ما چگونه از این ما باید استقبال بکنیم اول ما از تاجرین محترم می خواهیم که مال خود را در از این وقت شروع کنن احتکار نکنن قیمت ها باید بالا نروه قیمت ها باید پایان باشه تا بتوان افراد جامعه مردم مستضعف ما از این ماه مبارک رمضان استفاده بکنن از تاجرین محترم کسایی که در داخل مملکت هستند کسایی که در بیرون مملکت هستند و اینها هم باید اینها هم باید در مسائل افغانستان در نظر بگیرن کمک و صدقات خود را برای مردم افغانستان کمک بکنند مردم افغانستان یک مردم مستضعف بیچاره و تمام تحریم ها علی افغان هاست افغان ها بسیار مشکلات اجتماعی می داشته باشند خصوصا بنیه های اقتصادی مردم ما قوی نیست انرژی ثابت در کشور وجود نداره بناهن مردم از همه تاجرین محترم می خواهیم اونا رمضان خود را با ارزان فروشی استقبال بکنه با وارد کردن مال در مارکت افغانستان خصوصا مواد اولیه و موادی که انسانها به او ضرورت داره و قوام زندگی به او بستگی داره این را باید به شکل ارزان در کشور عرضه بکنه همان طوری که مطابق تقضای مردم است او تاجرین انشاء الله العزیز در روز قیامت به همراه نبیین و همون طوری که مخبر صادق رسول اکرم ص الله علهوسلم فرمود است التاجر لصدوق الامین مع النبیین و الشهدای و الصالحین همان طوری که پینبر بزرگ ما, ما صاله علهوسلم میفرمایند تاجری که صادق باش و امانتدار باشد اینا در روز قیامت با امرای انبیا حشر میشوند، با امرای شهدا حشر می با امرای نیکوکاران حشر میشوند. شوند بنان از تاجرین محترم میخواهیم که از رمضان چگونه استقبال بکنند استقبالشان پیام ما برای تاجرین محترمی هستند که اینها از آن فروشی کنند گران فروشی نکنند اهل کسبه و اهل کار همه کسایی که کار میکنند باید گران فروشی نکنند و از کسای از دولت محترم میخواهم که مالی که وارد بشن گمرکات تکس مالیه را کم بکنن به خاطر ماه مبارک رمضان تا بتانه تاجر ما به یک شکل به یک قیمت خوبتر یا ارزانتر البته به او قیمت بسیار گذاف که خانه های ما را خانواده ها را کمر شکن بکنه تا افراد ضعیفتری جامعه ما هم در ماه مبارک رمضان از این ماه پربرکت خوبتر استفاده بکنه اینا استقبالشان ای برای تاجرین محترم فقط اینا گران فروشی نکنن مطابق تقضای مردم مال را در بازار عرضه بکنن به قیمت مناسب و از اهل کسب و کار و دکاندارای میروان خواهر برادر محترم میروان میشنم السلام علیکم صداقت شد فکر بکنم صداقت شد باد بر گردیم اگر تماس برقرار شد و از طرف دیگری از کسبکارای محترم خواهش دارم که اینا گران فروشی نکنن تلاش کنن که به شکل درستش اینها مال را به مشتریای خود به شکل ارزان بفروشن تا اونا استفاده بکنن و دیگر از تمام افراد جامعه ای خواهش دارم که و ای پیام دارم از طریق ای رسانه با ذکر و اسکار فعلا قلبهای خود را آرامش ببخشد الا به ذکر الله تطمئن القلوب و حالی که روان روح و روان ما را ذکر و اسکار آرامش میبخشد امروز می بینیم که بسیار کتابهای در دنیا در باب روانشناسی نوشته شده و حالی که دنیای کفری زیاد به مرض روانی گرفتار شده و بسیار کسایی که با عقیده و ایمان ندارن اونا بسیار به امراض روانی گرفتار است و حالی که این کتابایی را که در مورد روانشناسی نوشته کردن هیچ به دردشان نمیخوره و وقتی که ما به قرآن کریم مراجعه میکنیم خدا خودش میگه که الا به الله تطمئن القلوب آگاه باشین به یاد خدا ها مطمئن میشود و قلبها آرامش میگیرد و اطمینان میگیرد برادران بزرگوار و خواهرانی محترم ما از ذکر و اسکار با ذکر و اسکار و اینها باید از رمضان استقبال بکنیم اگر ما در دیگر وقتا ذکر و کم بود آل به خاطر آمدن رمضان باید زیادتر زیادتر ذکر و اذکار پروردگار را بکنیم مهربان خواهر بزرگوار سلام علیکم میشنوم صدای می مهربان بله میشتم خواهر می گرامی میروان علیکم و سلام خواهر گرامی شما خوب خوب هستین جور هستین از کابل میشنام صدای تانه میربان صدای شما را میشنام بفرمایین امانه امانه ياتی چوند. ياتی چوند نظر چرا را به گردنگت خواری گرامی چی گونه نظر

در بدلش صدقه بدهید خواهر گرامی نیست صدایتان گرفتم بله صدا مطلب شما را گرفتم بله آه میره ما صدا گرفتم ما عرض بکنم به خدمتان بیننده محترم متوجه سوالتان باشین یکی است که عبادت هایی است که او منظم است و عبادتی است که او تنظیم شده هست مثلا نماز یک عبادت منظم است چنانچه که پیغمبر گفته که گفته سلون، سلو کمار ای تمونی و شما نماز بخوانین چیزی که مرا دیده نماز عبادت است که قانونش منظم است یکی عبادتی است که به اختیار خود انسان گذاشته مثلا وقتی به اختیار انسان گذاشته باشد در صورتی که ای را با خود نظر نکنه او اختیار داره به هر که ادا بکنه وقتی که بر بالای خود نظر بکنه ای را چیزی است که خدا خواجب واجب نگردانیده بود فرض ولی ای بالای خود فرض گردانیده و ان خواهر محترم وقتی که توانایی ندارین در بدلش یک مقدار صدقه و کفاره بدهید از مال بروان برادر گرامی میشنوم صدایتان سلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله برادر محترم بفرمایید فردین استخار

<تصفح> اگر بس روکت بخونید نوای زلم میشه, دوستا هم میشه این بسم الله درست است سوال شما را گرفت برادر گرامی ما اما عشق هم در روایت حدیث آمده پیغمبر هم فل کرده است اما در مورد بس هم حدیث پیغمبر وجود داره که بس روکت خونده آل تعامل حضرت عمر هم بسرکت شد در مدینه منوره هم در مکه مکرمه هم فعلا که با وجود که دین از اونجا نشأت کرده بسرکت تراوی هست اما برادر بزرگوار اگر عالم هستی اگر عالم هستی مقلد کدام مذهب نیستی به خودت مشکل نیست اگر در صورتی که در مورود دین تخصص نداری اگر زمانی که این نوع عشد رو تراوی خواندن باعث فتنه یا باعث جنجال یا باعث ازی میشه که مردم به یک ای رابطه سر و صدای مردم بلند شود یا فتنه در مین مردم ایجاد شود بهتر است که شما به سرکت بخوانین در نماز راحت است هر قدر که اون پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود است وقتی که حضرت بلال میگفت یا بلال آزان بگو اریحنا بالصلاه ما خود را به نماز راحت ببخشیم هیچگاه در نماز خستگی نیست هر قدر انسان در عبادت عبادت کنه همون راحت می باشد لیکن به خاطر تعاملی که در میان جامعه ما هست بسرکت رکت خواندنت بهتر است اگر هشت رکت هم بخوانی خو مشکل نداره بگیم که این روایت در دین نیست هست ولی تعامل و چیزی چیز عملی در جامعه ما بسرکت رکت تراوی هست ولی از جمعه مسلمان ها بیرون نشویم، امان که پیغمبر میگه که علیکم به الاعظم شما به سواد لازم بگیرین به جماعت بزرگ دیدی دیگر چیزی قسمی که دیگر برادرایتان تعامل دارن مطابق ابی تعامل ای قضیه های دینی رو عمل بکنین بهتر خواهد بود به خاطر که فتنه در میان مسلمان ها ایجاد نشود و خدمت خدمت برادران عرض بکنم که آنچه که روان ما را آرام می سازد قسمی که پیشتر هم بحثم بود در مورد استقبال از رمضان مبارک ما چگونه از رمضان استقبال بکنیم وقتی گفتیم که اسکار است ما باید ذکر و اسکار بیشتر بکنیم اما اونطوری که قرآن خواندم الا به ذکر الله تطمئن القلوب و ذکر باد وقت هر وقتی که وقت داری بجوز در جایای قضای حاجت که اوجه ذکر کرده نمیتوانی مثل که در بیت الخلا میری یا مثلا در تشناب امروزی بگیم در اینجا که میرین در اینجا ذکر نمیتونی اما وقتی که خود خلاص ساختی از همو کار ضرورت بشری خلاص شدی یا فارغ شدی باز حتی اوجه میگه که غفرانک سعی شد خدای ما تو طلب مغفرت میخواهم ما با ذکر و اسکار از ماه مبارک رمضان استقبال بکنیم برای چند روزی که مانده ما باید ذکر و بیشتر بکنیم که آن دو کتابی که امروز روح روان ما را آرام می سازد اما طوری که قرآن کریم است و از ذکر و یاد خداوند است و برای تاجرین محترم ذکر در برابر فراموشی هست هر کسی که در هر مقطعی در هر موقعیتی در هر وظیفه در هر شغل و کاری که قرار دارد الله را فراموش نکند این ذکر است اما تاجر محترمی در در کار و بار فروشات بازار و مال و جنس است الله را فراموش نکو خدا را در نظر بگی اما معموری که معموریت میکند الله را فراموش نکنه استادی که تدریس میکند امامی که خطابت میکند معلمی که درس میگوید وزیر یا معمور امیری که برای زعیم مردم است یا در حل و قضایای حل و فصل مردم است الله خدا را فراموش نکو ذکر در مقابل فراموشی هست ما یک نوی استقبال از ماه مبارک رمضان ذکر و اسکار است هرقدر قدر خواهر گرامی ما مریم استخار سوال کرده است روزه قضایی دارم و رمضان هم در راه هست چی کنم درست است خواهر گرامی بیربان شکر شما خوب هستین خیرتی است الحمدلله به احسان خداوند الله شما را اجر نصیب بکند مهربانی

درست سوالتانو گرفتم درست دا. سوال شما گرفته شد متوجه سوالتان باشی <ق chanting> <raulic>. <تص Celsius> اول میام در خدمت سوال اولی که خواهر مریم استخار سوال کردن بیننده باشن که من سوالشان را جواب بگم گفت روزه قضایی هم دارم رمضان هم نزدیک شده خواهر گرامی اگر شما بخواین که روزه تا پیش از ماه بارک رمضان هم تا آمدن رمضان هم قضا بگیری بینشاد که شما این قضایی را ادا بکنی یک اگر در صورتی که با شما این قضایی را نگرفتین و روزه رمضان هم رسیده آل روزه قضایی دارین آیا روزه رمضان میشه اینجا یا روزه قضایی نه رمضان که آمد این معیار است اگر تو صد بارم قضا نیت بکنی بازم به فرض فرض وقت شمار میشه در رمضان مبارک اگر نفلم که تو نیت کنی اما چون که معیار است به جز از روزه فرضی در خود روزهای رمضان دیگر روز دیگر روزه هیچ گنجایشی ندارد با شما میتوانین که امسال که رمضان آمده آل هنوز تا اگر تای تا چند روز است اگر برای پنج روز و شش روز است قضایی میتوانی که میال قضایی خود بیاری اگر در صورتی که رمضان مبارک رسیده و باستو می فکر از قضایی بیارن در وقت قضا نمیشه چون که در وقت فقط روزه فرضی رو بگیرین چون که او رمضان معیار است و دیگر چیز گنجایش نداره فقط تنها خاص برای روزه فرضی همون سال می باشه این مهمتر است اول این اولا بکو بعد از او در صورتی که بعد از رمضان ختم شد با شما میتون روزی روزه خود قضا بیاورید در خدمت برادر محترم ما که از کابل که سوال داشتن برادر بزرگوار شما دو سوال داشتین خلفای راشدین در مورد خلفای راشدین تعداد خلفای راشدین حضرت عمر و حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان نه در مدینه بودن بعد از اینکه وقتی که گسترش مسلمان ها حکومتشان قلمره مسلمین گسترش پیدا میکنه فتوحات برای مسلمان ها نصیب میشوه و, و مجاهدین در گوشه گوشه کنار دنیا پراگنده میشه باز اونجا خلافت انتقال میکنه باز مرکز در عراق ساخته میشه مرکز باز در عراق ساخته میشه و دیگه یک سوال دیگه ای است که اه اه یک جواب دیگه برات گفتیم با خانم نزدیک شام دستی به عضو اینجا دو گپ داره برادر بزرگوار اگر در صورت چیزی از وجودت اگر به شوق و ذوق بیرون شد

ما میم سر سوالتان جواب میگم خواهر گرامی یک وقفه کوتاه داریم و دوباره باز به جوابات برمیگردیم برمیگردیم بیننده محترم دوباره به خدمتی که شما همون که یک سوال را پیشتر نوراقام مطرح کرد یک سوالش جواب گفتیم سوال دومش ماند سوال دومشی بود که با خانوم نزدیک میشم چیزی از وجودم بیرون میشه یا دو قضیه سه قسم است اگر در صورتی که با خانوم نزدیک میشی یا با با خانمت ملاعبه داری اگر در دا اون صورت چیزی از وجودت به حالت شوق بیرون شوه بر بالای حتی غسل واجب میشه اما اگر در حالت از که به اصطلاح مو آله مخصوص مرد در حالت به شدت قرار نداره و انکسار و زوف داره اگر دو وقت چیزی بیرون می شود اگر اوزو داشته باشی اوزویت میشکنه ولی با شما دوباره اوزو بگیرید اما یلدا از کابل سوال کردن که مادرم اولاد شیر به شیر به دنیا آورده و چند سال است که قرضداری از روزه هست اول خواهر گرامی شما می که خواهر گرامی ما فاصله در بین ولادت ها بیاوره با همون شرایطی که امروز تبی امروزی یا مدرن تقضا میکنه فاصله بره در بین اولادت ها دو سال و سه سال اما ای تو یک قطع کنترول نسل است که مکمل دیگه اولاد نشوه ای خود جایز نمی باشه به خاطر که هم در نوی زنده بگور کردن مدرن معاصر می باشد قسمی که در ای آیه مبارکه قرآن کریم هم و ایده الموعودت و سوئلت بی ای قتلت داخل میشه اما یک فاصله در بین ولادت هاست که ایرا در فقه قدیم این نوع فاصله ولا اولاد به اعتبار عزل تعریف کرده بود که در فقه های قدیم حتی وقت هم میگفتن که قرآن هم نازل میشد صحابه ما عزل میکردیم عزل معنای است که در حالتی که با خانم هم بستر میشد اما آب سلا آب منی را در داخل رحیم تخلیه نمیکرد بلکه بیرون این نوی از کنترول بود در اصل گذشته ها آی اصل امروزی مدرنی است که با وسایل مختلفی که امروز وجود دار میتونه به این تاریخ کنترل بکنه اما در صورتی که آل ای روزه قضای خود گرفته نمیتونه در روزه قضای فکرت باشه که این نیست که پی در پای بگیری و این که یک روز میتونی بخوری و یک روز بگیری و اما تعدادش یا میتونی دو روز روزه بگیری یک روز خود تفریح بکنی در این صورت ای به مرحله شیخ فانی نرسیده در بدارش کفاره شده نمیتونه اگر در صورتی که باز یک کس شیخ فانی شود توان نداره در اون صورت میتونید در بدلش کفاره بدهید یک طرف قضیه اگر کدام امراض داره مثال امروز ما مرض شکر میگیم این امراضی است که مقامت وجود به پایان به احتمال مرگ مردکه است در این صورت باز میتواند که کفاره بدهد چون که اگر هر باری که روزه میگیره در احتمال داره که آبی وجودش کم شود مرگ نزدیک شود این مردکه از بین میرود در این صورت باز حیات انسان و حیات حفظ یکی از مقاصد شریعت حفظ جان است باز در این صورت مشکلی نمی داشته باشد دیگر بحثی را که داریم که ما چگونه از ماه مبارک رمضان چگونه استقبال بکنیم ما با تلاوت قرآن کریم به نسبت دیگر روزها در این روزها زیاد ملازمت داشته باشیم ملازمت با قرآن با تلاوت قرآن داشته باشیم و پیغمبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و وسلم می فرماید من قر حرف من کتاب الله فله عشر امثالها میگا پیغمبر می فرماید که حدیث طول دار است پیغمبر می فرماید کسی کی یک حرف است کتاب خدا که قران کریم است این را تلاوت بکند در برابر هر حر حرف قران دا ثواب داده می شود مثلا الف لام میم سه حرف است یک الف لام میم که تو تلاوت بکنی سی ثواب در برابر یک الف لام میم داده میشه پس در مجموع قرآن ببینیم چقدر حروفی است این بزرگترین ثواب دارد بنابراین شما از زمزان مبارک چگونه استقبال بکنیم با تلاوت قرآن استقبال بکنیم همون طوری که پیامبر بزرگ اسلام میفرماید مهربان می خواهر گرامی زیاگل از ننگرهار سؤال دارن بفرما خواهر محترم مهربان برادر گرامی مهربان صدای مره دارین بل سلام علیکممهربان سن تجور پهخیری مهربانی جوندی اوس وروره مهربان فکر میکنم که برادر ما ارتباطش قطع شد صدایش اگر دوباره سوال مهربانی مهربانی وک وروره مهرباني مهرباني وروره مهرباني صداي مړه دوري و مهرباني وکا مهرباني وکا مې څه دې کارې کو پرته نه عادي کنه څنګه څنګه په صحنه ورم شوايا وروره وینډې محترم از مسولين بزرګي سوال شدار جوابات چه نوشته کنن که باز ما جواب بگیم شو حج که از که؟ سو که؟ حج که؟ از طرف که میکنی؟ حج از طرف که؟ سوالشون قطع شد خواه بحث دیگری داریم ما که عف و بخشش ما در این ماه مبارک رمضان چگونه استقبال بکنیم باید عفو و بخشش در برابر یک دیگر داشته باشیم حضرت زین العابدین بن حسین یا غلام داشت زمانی که غلام حضرت زین العابدین هم یک آدم بسیار لطیف و نازک و باریک بین و بالکل سوال دارن یک برادر میگن به پول تریاک حج می شود یا نمی شود برادر بزرگ چون که فقه ها میگن که تجارت تریاک حرام است حج یک عبادت است هرچی که عبادت منشهش حرام باشه در حدیث آمده پیامبر خدا میگه که چگونه دعای انسان قبول شود از مال حرام که ریشهش حرام باشه حج نمی چرا حج عبادت است از مال پاک خود را انجام بتی هرگاه اگر ای مال تریاک که همون طوری که فقها گفته که تجارتش حرام است وقتی که حرام باشه حج به با پل حرام حج نمی شود ما چگونه باید از رمضان استقبال بکنیم رمضان ما یکی ماه رمضان با تلاوت قرآن و اگر با عفو بخشیشم باعث هم باید استقبال بکنیم از ماه مبارک رمضان چون که ماه پربرکت است ما باید با یکدیگر دیگر عفو بخشیش داشته باشیم عزیزه از کابل مهربان خواهر گرامی سلام علیکم مشتم صدایتان امر مهربانی تو خیلی مرگ بخوری روزیت مکروم میشه؟ بله در پس ایرا ای کی گفتن ای گبه؟ ده 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 آنه ده ده آنه نه خواری گرامی گپی نداره بازم سوال جوابتون رو بشنوین در این مورد خواهر گرامی چیزی که حلال باشه چی تخ مرغ باشه چی گوشت باشه هر چیزی که باشه حلال است در این رابطه که مکروه باشه نیست ولی ایره متوجه باشین اگر در صورتی که با شما پسشا و نان خوردین میخواین که که دهانتان برس کنین پاک کنین آب بنوشین تا که س... تا اگر بوی در دهن پیدا میشه او اما بوی از دست خداوند از بوی مسک و همبر کرده هم این محبوبتر تر و است این کدام مشکلی ندارد ایش کس نمیتونه چیزی حلال به مکروه خطاب کنه خوردنش هر کسی گفته باشد صحیح نیست گپ غلط است چاره حلال است هیچ مشکل شرعی ندارد شریعت کلا مشکل نیست <applause> ما بحثی که خوهر گرامی امیدوارم شما سوالشان گرفته باشد بحث ما این بود که ما چگونه باید از رمضان استقبال بکنیم فرهاد از لوگر میربان برادر بزرگوار بله میشنم سلام علیکم علیکم السلام و, و رحمت الله و برکاتو بفرما برادر گرامی سلامت بحث راجع به اولاد که گفتن اگر حرکت بده که می سیست اولاد نکنه این گناه و اگر کس که عملیتی باشه کار اولاد که اولاد میاره بعد از اون اولاد نکنه اونجا اولاد این طرف بکنه که حکم داره درست است دو گپ داره برادر گرامی یک نوه در فقها فقهای معاصر میگه مثلا یک نوع سرطانی وجود داره که در طفل اگر به دنیا بیا او طفل خود زنده هم نمیماند و این مادر از بین میبره آیا در این صورت این سقط شود یا نشود دو حیات در تعارض قرار گرفت یکی حیات موهمی در تعارض با حیات حقیقی در تعارض قرار میگیره اگر حیات موهمی را بدست بریم حیات حقیقی که مادر است از بین میره و ای بخاطر که سر از یا امراضی که در رحیم ای طفل گرفته ای اگر باقی بانه ایره از بین مادر مادره در این صورت ترجیح از برای حیات حقیقی داده میشه ایجا سقط جنین مشکل ندارد ای یک طرف قضیه است طرف دوم ای از برادر بزرگوار اگر در صورت ای ما به این بحث کردم که بخاطر کنترول تا بتانیم که امو دو سال قرآن کریم میگه که و حمله و فصاله سلاثون شهرن شما یا دو سال یا دو نیم سال ای طفل شیر بدهید زمانی که شیر با شیر یا اولاد زو زود زود به دنیا بیاد حقی و طفل دیگه انجام نمیشه امیست که پیغمبر میگه شما نسل خود را غیله نسازین غیله به معنای ضعیف وقتی که شیر به درست نگرفت و حالی که یک قطر شیر مادر از مقوی ترین دوا کردم قوی تر می باشه در اون صورت است ما کنترول نسل نیک کاملا از بین بروه اما به معنای از که فاصله در میان اولادت ها ایجاد شده این فقهای های بزرگ عالم اسلامی و خصوصا فقهای های معاصر قضیه را بحث کرده مشکل شرعی ندارد اگر در صورتی که عملیاتی می باشد یا دکتر در مورد نظر می دهد دکتر هم البته دکتر حاضق و مسلمانی که او معتقد با باورهای اسلام داشته باشد او اگر نظر میداد که مکمل اولاد آوردن حیات از در خطر مواجه میکنه یا کاملا از بین میرود بناهن یکی از مقاصد شریعت حفظ نفس است با در صورت مشکلی نمی داشته باشه اما اگر کسی برای حواس ای کاره میکنه مکمل یک دو تا اولاد آورد و گفته امو قوم قول اردو زبانای ما که چوت خاندان هی و زندگی آسان هی با در صورت که کاملا کنترول شو و دیگه اولاد نه ی با جایز نمی باشد یا یکم کسا است که رحیم و مکمل عملیات میکنه میکشه باز ای جایز نیست چرا ممکن این اولاد زایاد داشته باشد و خطر ما باز دیگه تو اولاد میخوایی چرا اینو خراب میکنی اما یکی کنترل است باز کنترل مشکلی نمی داشته باشد بحثی که ما امیدوارم برادر ما سوال درست گرفته باشد و در مورد ما چگونه از رمضان باید استقبال بکنیم عفو و بخشش است عفو بخشش حضرت زین العابدین بن الحسین ای یک غلام داشت حضرت زین العابدین هم یک آدم بسیار نازک و لطیف و بارکبینو و آدم بسیار مرتب و منظم بوده غلامش وقتی آب میبره آب جوش بالای پای حضرت زین العابدین میفته حضرت زین العابدین قار میکنه خشم میکنه فوراً غلام چون که آیه را میخوانه خدا گفته که والکاظمین الغایف حضرت زین العابدین وقتی که آیه چون که قرآن خونده بود فورا خشم خود کنترول میکنه باز آیه را ادامه شد میخوانه حضرت چی امی غلام برای حضرت زین العابدین بین الحسین میگه والعافین عن الناس حضرت زین العابدین برش میگه که برو بخشید باز آیه ادامه را میخوانه میگه ان الله يحب المحسنین خداوند نیکوکاران را دوست میدارد گف برو آزاد هستین

درست است سوالتان گرفتم آ جواب میدید سوال خود ندارین شما متوجه جوابات باشین مشکل شرعی نداره یک آدم پایش درد میکنه کمرش درد میکنه نشسته نماز میخواند پیامبر بزرگ اسلام میفرماید که یه سیرو ولا یسروا ولا تعثروا بشروا ولا تنفرو یا روحیه دین ام روح دینی ر مه که یرید الله بکم الیسره ولا یرید بکم العسره و ما جعل علیکم فی الدین من حرج اینجه حرج نیست در نمازت هیچ مشکلی نیست تو وقتی که ضرورت داری وقتی پای درد میکنه میتانی کی پای دراز پای دراز نماز بخانی یا کمرت درد میکنه نشسته نماز بخانی در نمازد هیچ نوع مشکل نیست که الله متعال تو را اجر نصیب بکند که در همچون حالت هم تو متوجه دین خود می باشی در دین سختی نیست خدا به شما آسانی را خواسته توانت قدر است دیگه در از این بالاتر در پیشگاه خدا خودت مکلف نیستی نمازت مکمل بلکل نمازت میش هیچ مشکل در نماز نیست و بر به اصل خود قضیه و مطلب که بناهن از او خاطر بحث دیگری است که کنترول خشم و قهر است پیامبر بزرگ اسلام میفرماید که میگه که ولا تغذب ولا تغذب مرارن تکرار میکنه و همچنان پیغمبر بزرگ اسلام میفرماید که لیس شدید و بسرعه انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب پیغمبر بزرگ میفرماید که پهلوان و زوراور و کسی نیست که یک آدم به زمین پشت بخواباند یا او را به زمین پرتاب کند که من پهلوان استم اما جانب مقابلش را اما پهلوان زوراور قوی کسی است که در هنگام غضب در وقت خشم خود کنترول بکند ما در این ماه مبارک پیش از آمدن ماه مبارک رمضان باید ما خشم خود کنترول بکنیم در برابر دیگرها کینه نگیریم مهربان برادر گرامی الله عجب نصیب بکنه به خدمت مهربان سوال دارین مهربان سوالتان چی است استا حاجی صاحب شفیع از کابل مهربان بگو میشنم سوالتانه سوالتانه بگین چی از سوال مهربان سوالتان چی از برادری گرامی زکات از چی گفتین کمی بلند بگو سوالتا بشنم برای داماتتان با داماد بله 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 میشه بالکل بغیر در سور آ با دامات زکات میشه سوال متوجه باشه من جواب میگم در صورت که فقیر است میشه شما متوجه تلویزیون باشید آجی سوی شفی از کابل سوال کردن که آیا زکات با و میشه نمیشه بالکل به میشه به خاطر ازی از اگر در صورتی که دامادت از امو هشت گروه را که قرآن معرفی کرده فقیر است مال نداره اگر سرمایه که یک به اصلاح مالی که به نصاب زکات رسته باشه اون مال اگر نداشته باشه فقیر باشه کمبودی داشته باشد بلکل میتونی که حتی چون که حالی از یعنی جمله اقریبایت قرار گرفت حتی ثواب بیشتر هم داره که به او بدی اول باید آدم زکات خود برای نزدیکای خود بدهد برای دو که زکات میتی بلکل زکاتت میشه مشکل شرعی ندارد برای آجی سای بزرگوار برمیگردیم به اصل مطلب که ما باید چگونه از رمضان استقبال بکنیم ما طور میگیم که خشم مرسل از پروان بفرم خوهر گرامی بفرماین ولی سلام علیکم <applause>

درست است سوال شما متوجه باشین در جواب بمان خدا بخار گرامی روزه نفلی خواهر ما سوال کردن که ما روزه نفلی گرفت میگیریم روزه نفلی چند گپ داره اول خود در مورد روزه نفلی اگر شوهرت اجازه ندهد روزه نفلی گرفته نمیتونی روزه نفلی خو اول به اجازه شوهر میباشه یک دوم دکتر حاضق نظر میتیه که شما اگر روزه میگیرین برای طفل صدمه وارد میشه حتی در اینجا نظر دکتر خودش فتوا شمار میشه از بود شرعی بنان شما روزه نگیرین ثوابی که امی شما طفلتان سالم به دنیا بیاید و شما چیزی بخورین تغذیه شوین که یک انسان سالم در دنیا به وجود بیاید این سواب بیشتری داره از روزه نفلیت کرده بالکل شما روزه نفلی نگیرین حتی اگر در ماه مبارک رمضانم دکتر اگر نظر میدهد که شما در مدت یک ما روزه میگیرین یا طفل شما معیوب به دنیا میآید یا در صحتش صحیح تغذیه نمیشه فردایش این مشکل پیدا می حتی میتونی که در ماه مبارک رمضان اگر دکتر نظر میده که طفل در مدت یک ماه اگر صحیح تغذیه نمیشه شما میتونین که تا وقت ولادت صحت روزه نگیری بعد از ولادتش با شما میتون روزه خود قضایی بیاورین آنچه که دکتر حاضق نظر میدهد او هم در شریعت هم تایید میباشه باشه امیدوار سوال درست گرفته باشین خواری گرامی ما هشتم بحثی است که ما از رمضان مبارک ما چگونه باید استقبال بکنیم ما با صلح استقبال بکنیم افغانستان نیازی مبرمی به صلح دارد اما طوری که انسان به آب ضرورت داره آب منبع حیات و مایه حیات و مایه زندگی و قوام زندگی تمام آبادی در با آب ضرورت داره افغانستان به یک صلح نیازمند است هر فرد افغان چون که افغانستان یک کشور جنگ زده است یک کشوری است که سراسر تشنجات اختلافات های قومی و زبانی به اوج و ترقی خود رسیده ما باید در این ماه مبارک رمضان را از خصوصا از امامداران امور از رهبران سیاسی حکومت موجوده هم خواهان هستیم که در افغانستان یک صلح پایدار و دائمی یا یک صلح که برای خیر افغان ها باشند افغانستان یک کشوری شود که آرام شوند مردم ما در آرامی زندگی بکنه ما چگونه در این ماه مقدس به خاطر این ماه مقدس استقبال از این ماه مقدس و مبارک ما باید با یک دیگری خود داشته باشیم چی صلح در بین فرد با فرد باشد چه صلحه در میان گروه با گروه باشد چه صلح با یک دولت باشد چه صلح وسط منطقه باشد اما اون صلح حتی با خالق داشته باشیم در این ماه مبارک از آمدن ماه مبارک رمضان ما باید صلح با خالق بکنیم که با خالق خود سازش بکنیم با امر خالق با صلح داشته باشیم صلح با طبیعت داشته باشیم صلح با اجتماع داشته باشیم و صلح با یک دیگر است این هم یکی از راهای استقبالی از ماه مبارک رمضان است که ما این ماه پربرکت و این ماه مبارک رمضان را توسط صلح باید استقبال بکنیم که همون طوری که خداوند در قرآن میگه صلح خیر و صلح خیر و ای صلح در صلح خیر نهفته نه است امیدوار هستم که افغان های ما با جنگ 42 ساله ای که افغانستان در آتش تنور جنگ میسوزد و از تمام جناها میخواهیم که بیاین در کنار برادرای افغانی خود قرار بگیرن صلح بین الافغانی را دایر بکنن یک صلح به میان بیان یک راه بیرون رفت به وجود بیاورن به خاطر ای ماه مقدسی که پیش رویشان میه فعلا شما در استقبال ماه مبارک رمضان قرار دارین استقبال ای ماه مبارک رمضان را با صلح کردن با یک دیگر صلح وسط منطقه باشه صلح در میان دولت ها با دولت های همسایه باشه یا صلح در میان چیز دیگری باشد وقتی برنامه ما تمام است شما را تا برنامه بعدی به الله منان می سپارم السلام علیکم و رحمت الله برکاتو روزتان خوش